یه شب تو بارو با یه خانمی تو مسجد دیدم. بعدش که شما اومدی در خونه دیدم شما اون خانمه ای، فهمیدم توبا خونه شماست. بعدشم آقای یوسف اومد در خونه و به توران خانم گفت که توبا دختر دایی توران خانمه. جلال خاک بر سرم به من گفت هرچی تو اون خونه میشنوی و میبینی باید به من بگی. من از همه جا بی خبرم بهش گفتم، چه میدونستم تمام میکنه. ابراهیم خان میدونه جلال داداشته؟ هیچکی جز خانم نمیدونه. بالاخره این جلال آدم کیه؟ ابراهیم خان یا توران خانوم؟ روراتی آدم آقاست، ولی زیر جلکی گاه وقتی نوکر توران خانم هم میشه. نوکر پول دیگه، مخلص کلوم. خواهر و برادر نوکر دست به سینه. نقشه دوزیدن توبا مال کی بود؟ مال خانوم بود؟ اوناشو دیگه نمیدونم. گفتم که تا وقتی که عزیزت نیومده بود در خونه اصلا نمیدونستم توبا کجاست. فکری بودم کدوم شیر ناپاک خورده اومده توبا رو دزدیده. پس شما چه جور آبجی هستی که نمیدونی داداشت کجاست؟ شما نفست از جای گرم در میادا. قدغنم کرده بگم آبجیشم. او فقط اسمش داداشه. نه جنم اینو داره بره سراغ یه کار درست و حسابی که خواهرش دیگه کلفتی نکنه. نه روش میشه بگه خواهرش یه کلفت دست به سینه است. زندگیش که حساب کتاب درست و راست نداره که. کاراشم که دیگه نگو دیگه. ما رو باش که این همه سال فکر میکردیم جلال بی کس و کاره. یه از کار روباب است آقا یوسف. جلال 15 سالش بود که اومدیم این محل رو شدم دایی توران خانم. چاقو رو گذاشت بیخ خرم، گفت یا نرو کلفتی یا میذارم میرم. گفتم پس چی؟ قانون دزدی شکمم رو سیر کنم یا زبونم لال؟ آقا چی بگم که نگفتنم بهتر؟ گفت پس اسمی از من نیار، منم هاشام میکنم که آبجیی دارم. زد به کوچه و خیابون و شد این چو انداخ که آبجیم افتاده تو آبم بارو مرده. منم که دیگه شدم زندونی اون خونه، کسی خبر نمیگرف ازم، از خونم که نمیذاشتن بیام. دلخوشیم شد تو را که عین دختر خودم فرو خوشکش کردم، اونم شد این. خدایا آخه این چه سرنوشتیه که من دارم؟ چند سالی که گذاشتم فرنگ داشتم میبوزیدم، زحمت مادر خدا بیامرزشو کشیدم که اونم از دست ابراهیم خان دق کرد و مرد. الهی منم بمیرم که راحت شم از این زندگی. به زمین گرم بخوری جلال که با زبانی تمام این بدبختی هم تویی. کجا؟ میام. سحر نزدیکه، یه چیزی بخور بعد. وقتش نیست عزیز، باسه چیزایی دستگیرم بشه دارم دیوونه میشم. حالا که نمیدونم این جلال سردابی نامرد کجاست، میخوام برم سراغ صابر. اون بود که اومد گفت برم توبا رو از خونه ابراهیم خان بدوزم. میخوام برم زیر زبونشو بکشم ببینم نقشه نقشه خودش بوده یا توران خانوم. خواهی بری خونه ابراهیم خان؟ توبا چی میشه؟ خیال تخت، پیداش میکنم. عزیز مواظب رو بابا خانوم باش، مهمون ماست. شما هم پات از این خونه نذار بیرون، اینجا از هر جایی امتره. علی علی
چی شده آقای یوسف؟ آرابینه آقای یوسف چی؟ حرف بزن. کی به تو گفته بود اون شب بیایی در خونه ما اون حرفا رو بزنی که من برم تو بار بدزدمش؟ یوسف یوسف بگوده بگو تو هم دیگه. توران خانوم، توران خانوم گفت. یوسف یوسف که بابت دزدیدن تو باز من آتو داشته باشه و منو بکنه خر بیافزار خودش. صابر دلمونی میگیری یا؟ خیلی خوب. علی خدا خیلی دوستت داشته. خوب که فکر کنی میبینی عدو شود سبب خیر چون خدا خواهد. عدو شد سبب خیر چون خواست خدا بود. درسته توران از تو آتو گرفت تا تو رو بکنه آدم خودش. آدم خودش نه، عروسک خیمه شب بازی خودش. حالا هرچی، ولی نخواسته و ندونسته کاری کرد که تو باعث آزادی اون طفل معصوم از زندان هارون بشی. خدا پاری وقتا کاری میکنه که حق توسط آدمای ناحق اجرا بشه. که بگه چی؟ که بگه آدم دوپا ناامید نباش، سررشته همه امور دست منه، فقط توکل کن. خوب و بد این دنیا بی حکمت نیست. روز بی حسابم نداریم آقا یوسف. فردا روز خداست. خوبی؟ آره خوب. میخوای باید بیام؟ علی 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 یوسف نمیخوام نمک رو زخمت بپاچم، ولی خب خودت هم کم مقصر نیستی. آخه خواهر بزرگتر بودی، اگه دو دفعه رو تو سفت میکردی و جلوش وای میستادی نکرد نشد دلتو شکست. خب دیگه چه حکایتی بود که اینطور با هم جیجی باجی بودی؟ برم دوتا چایی بیارم. ببخشیدا دم خروست یا قسم حضرت عباست؟ این چه قهر و قهربازی بود که جیکو با که اون خونه رو میبردی میذاشتی کف دستش؟ نگو عزیزم شده زخم زبون مردم، منتها با رنگ و لعاب دلسوزی. نه به خدا نمیخوام استخون را زخم بزنم، ولی خب بچه های ناخلف آخر عاقبتش بهتر از این نمیشه. نصف شبی برم خونه مردم ناموس معصوم مردم رو بدوزن، که حالا یوسف توی این نصف شبی توی این بگیر و ببند در به در شد. انشالله به حق این شبای عزیز رباب خانم رباب خانم که تو کفشش بود. جواب یوسف رو چی بدم خدایم؟ یوسف یوسف بیا بیا. چی شده عزیز؟ ربابه
یه لحظه ازش غافل شدم غیبش زد. طرف خونه ابراهیم خان که نرفته و الا من تو رامی دیدمش. میگفت جای دیگه ایرم که نداره، پس کجا رفته؟ نمیدونم. اصغر کجاست؟ نمیدونم والا. عزیز برو سجادتو پنگ کن، با اون دل شکستت یه عشقی بریز، بلکه همون جوری که به دل من گواهی شده اصغر با خبرهای خوشی برامون بیاد. برو. اونهاش. خدا رو شکر بالاخره پیغام بهتون رسید. آره فرش خبرم کرد. روباوه اینجاست. آره سیاهی به سیاهی تعقیبش کردم تا رسید اینجا. خودش رو رسونده به داشت جلالش. اینجا دیگه چه خراب شده یه بنال ببینم. ای به چشم. دیشب وقتی که روباوه گفت که جلال داداششه، شستم خبردار شد که یک کاسه زیر نیم کاسه است. فهمیدم که اونم عین داداشش ناتوه. پاییدمش تعقیبش کردم تا اومد اینجا، اومد خدمت داشت جلالش. ای والا داره دیگه داشتی سپاره. آره دمت گرم. یه پامو پتش شدی تو با چی؟ تو بارم دیدی؟ نه تو بارو ندیدم، ولی حتم دارم اینجا قایمش کردن. پشت اون درختواره میبینی؟ یه عمارت قدیمیه، حکمن اونجاست. کجا؟ سر گوشی آب بده. سب کن تنها نرو، منم میام. سب کن جلال با نوچه هاش اونجا خطرناکه. چاره نیست، باید برم. تو اینجا وایسا کشیک بده. خبرش رو چیکار میکنی؟ بریم. حواست باشه. مراقب خودتون باشی. اینه دیو میمونه. این یون که نیست یعنی کجا هست؟ نه دیده از خرچی گفت. من میرم بقیه خونه رو بگردم، تو مواظب باش. دارم نمیخواد یه دفعه بیداشن خفتمون کنم. مواظب خواهد باش. خفا آقای
خدا رو صد هزار مرتبه شما. چی؟ چی شد؟ این زنه چرا یه هوار کشید؟ یوسف کو نفهمیدم چی شد. جلال و نامچه‌هاش خواب بودن، من واسه‌دم مراقبشون. یوسف رفت طبقه زیر زمین بلکه تو بار پیدا کنه که یهو این زنه داد و بیداد کرد. بعدش هم دیگه نوچه‌های جلال بیدار شدن و من سریع اومدم تا خود به خودشون برسم. من سریع فرار کردم. گفتم لابد یوسف هم رسیده دیگه. پس کو چرا نمیاد؟ خاک بر سرم شد. تو نمیری یوسف رو گرفتن؟ قیافه‌هاشون رو ببین. سارون باش. دیگم آق جلال، انگاری آبجی رو بابه حسابی یوسف لطفار کرده مگه نه؟ آره آبجی مونه دیگه. یعنی آقا خلاصه دیگه، کارش تمومه تمومه دیگه. نه بابا، دست آبجی رو به اونقدر قدرت نداره که ناکارش کنه. علال حساب فرسایش تو هپرو. یعنی آقا خیلی به موقع رسیده. دمش گرم آقا، خیلی به موقع رسیده. درسته؟ خاک بر سر جفتتون کنم. اگه نگفتم خوب مراقب این اطراف باشین. بی خیال تخت کسی اطراف پیدا نمیشه. خب الان آقا جلال میگم خیال تخت تخت هیچ که این طرفا پیداش نمیشه آقا. آفه چشم آقا، خدا شکر کنید که آبجیم جونتو نجات داد. میگم که آقا جلال، مگه این سرمفتش هواتونو نداره؟ من نوکر ننمه. اون فقط زامن گرفتگیرمونه، نه سگ پاسبون. نازه شهست آقا جلال، دیگه سگ پاسبونت هم شدیم دیگه. نه گربه دله بیشتر بهتون بیاد. با اونا مفتش هست. چه واشتین؟ چی بیان که بردم که؟ چرو بیرم؟ بابه، عبجی رو بابه، اون کتال هرد بیا. ببینیم فان قربان. سلام، چطوری جلال؟ خوبم. چه خبر؟ همه چی رو برم. ببین کی اینجاست. سرمفتش تامینا. دوباره خاک بر سرم شد. دستشون با هم تو یک کاسه است. من میرم. اگه خبری شد من تو جریان بذار. چش. باشه. چش. خدافظ. به سلام. کجا رفت؟ اول یه سری بریم سراغ عزیز. عزیز تو رو دلش هزار رو رفته، زبون روزه بهش دروغ نگین، راستش هم نگین. تقیه برای همچی مواقعیه. بهش بگین توبا رو پیدا کردیم، یوسف پیششه. اگه پرسید کجاست بگین راش دوره. اینجوری نه روزتون باطل شده نه راست که عزیز دلش هزار رو بده. خب این کارو کردیم، بعدش چی؟ بریم سراغ این دختره توران. توران؟ تنها کسی که میتونه این مشکل رو حل بکنه توران. آخه چرا اون؟
هرچی آتیشه زیر سر اونه، اون خودش گرگه. اجالتن که خیلی بررست، وقتی بفهمی که ما همه چیز رو میدونیم اون وقت خالیش میشه که خیلی چیزای دیگر هم میدونیم. پیش آجان شهربانی هم که نمیتونیم بدیم، خودتون که دیدین چه جلالش چه تورانش، دستشون با شهربانی و آجان و امنیه توی کازه هست. درسته. خب اگه آشنای صاحب منصبشو خبر کرد پوستمونو کندن چی؟ نه این کارو نمیکنه. کافیه که بفهمه کسان دیگه از این موضوع خبر دارن و از جریانات و زدوبندهای کاراش با خبرند. اون زرنگتر از اونه که بخواد پولای پشت سرش خراب بکنه. خیلی حق کردی که نذاشتی جلال ببیندت. اون نمیدونه که ما همه چیزو بدونیم. اگه دیده بوده با یه تبانی ما رو سنگولاب میکرد دیگه دستمون به هیچ جا بند نبود. حالا برین خفتشو بگیری. دوز حاضر، بوز حاضر. خب فعلا بلنشین برین، تا دیر نشده برین. بسم الله، خدایی به امید تو. آقا ما شالما رفتیم با اجزه. دست حق به امراتون. دعامون کنیم. خیلی مواظب باشید. دمت گرم آقا فرج. اگه من بودم عزیز از ریخت قیافم میفهمید که بیراه میگه. آره به خیر گذشت، ولی خیلی دلنگرانم. هرچی نباشه مادر و نگران پاره تنش. اگه یه موثرش کم بشه چی جوابش رو بدیم؟ حالا چیکار کنیم؟ در رو بزن. کیه؟ منم فرج. فرج کیه؟ بیا دم در بهت بگم. حالا بگو. همون رفیق دیشبی یوسف، شناختی؟ دیگه چی میخوای؟ برو به توران خانم بگو توبا رو پیدا کردیم. اگه کلک باشه چی؟ دیشب که کم نامردی نکردیم. ببین اگه نری اونی که بهت گفتم و به توران خانم نگی، دیگه پاتو تا آخر عمرت از این خونه بیرون نمیذاری. نه که شما پاتو رو توی خونه نمیذارین. رفتی؟ میگم نکنه یه وقتی تا حالا داشت یوسف ما رو زبونم لال ناکار کرده باشن. باز جفتمون میریختیم سرشون، خفتشون میکردیم، از پسشون بر میومدیم. نمیومدیم جلون سر مفتش. آه هنوز همون جایی؟ آره. چی شد؟ خانوم گفتن که برین خیابون لاله‌زار بالاتر از گران توته، خودشون هم میان همونجا. صابر یه وقت سرکاری نباشه. من چه میدونم. خدا کنه کلکی تو کارشون نباشه. بریم. بریم. ماشینشون کجاست؟ بریم. سلام علیکم. سلام. سلام. اسم من فرجه، دوست یوسف. یوسف چیزی نمونده که به من نگفته باشه. آقا فرج از خودمونه. شرمنده ایم اینجا مزاحم شد. مگه جایی هم برای شرمندگی گذاشتید؟ تو روز روشن میایید دم خونه آدم، نوکر خونه رو تهدید میکنید، حالا اینجا جلو چشم هزار تا آشنا و غریبه نشستی تو ماشین من. البته دیگه مهم نیست. خب توبا کجاست؟ چطور پیداش کردید؟ کار جلال سردابی بود، با یوسف جاشو پیدا کردیم، رفتیم یه سر و گوش یا بدیم که بدبیاری آوردیم و یوسف افتاد تو دامنه. الان هم تو دستان نیست. چرا به شهربانی راپورت ندادید؟ نشد که بدیم. عرض کردم خدمتتون من همه چیزو میدونم، یوسف همه چیزو به من گفته. البته چیزایی هست که شما نمیدونید و من میدونم. کلی فکر کردیم که این روزا کیه که بیش از همه بده کار یوسفه. خب به هر حال شما خیلی مدیون یوسف هستید بابت کارهایی که همیشه برای شما انجام داد. از روی سادگیش اون برای شما خودشو خیلی به آب آتیش زد.
روک و راست منظورتونو بگید. البته میتونستیم به ابراهیم خان بگیم، اون میتونست یه کارایی انجام بده. مهم خلاصی فوتی و فوری یوسف بود، ولی بعد که چرت که انداختیم دیدیم که با این کار یه جوری حال شما نخوش میشه. داریم تهدیدم میکنیم؟ اجارتن که جون یوسف در خطره. وقتی راه افتادیم بقیه ماجرا خدمتون عرض میکنم. راه بیافتم اتفاق به همون یا دوز باشیم یا ناتو. راه بیافتی خانم. یه بار دیگه جیغ بزنی باز دهنتو میبندم. آ اگه زن داداش جلال بشی یا به خدا سفید بخت میشی. این جلالا یه شهری ازش فرمو میبرن. همین الان یه صاحب منصب از تأمینات اومده بود باهاش حرف داشت. صاحب منصب تأمیناتی، آخه اونا هم از داداش من حساب میبرن. خسته نشدی این همه از این چرت و پرتا گفتی؟ واه واه واه، مار بزنه این زبونو. بگم دو مرتبه بیان دهنتو ببندم؟ یه ترسیدم. گفته بود جلال که دردوی هستی ها. خدا به دور بدبخت، نبین مثل آدم اوورده تو از گل نازکتر بهت نگفت، به خاطر اینکه من میخواستم. هر کسی دیگه اون چنگو به صورتش انداخته بود خونش حلال شده بود. دیدی نجابتشو؟ اینجوری نگاش نکنه، دلش به قاعده یه بچه است. یه زن سی تا سماقی میخواد که افسار بندازه گردنش این تو. ستایی هم میذاریم با هم از این شهر میریم که خیالت راحت راحت بشه که دست هیچکی بهت نمیرسه. باشه تو با خانوم. تو با خانوم برو خدا شو کن دستان بسته است و الان نشونت میدادم. یکو بداد یه جور آدمو میسوزونه، کم محلیت یه جور. بدبخت، چه بخوای چه نخوای تقدیر دست جلاله، وگرنه میفتی دست کسی که حسرت الان تو بخوری که چرا جوابم کردی. آره دختر. آقا یوسف، آقا یوسف حالتون خوبه؟ آقا یوسف تو رو خدا بلنشین. آقا یوسف حالا انگار چه تحفه ای هست این آقا یوسف. یه موی گندش میارزه به سر تا پای اون داداش تن نشت. خیلی خوب، پس از این به بعد هر چی که دیدی حقته. دختره گیس بریده. خدا رو شکر. آی. اولش که اونه ریده کوبی تو ملاجتون گفتم مردی، ولی بعدش هزار تا صلوات نفت کردم که نمیری. میبینی که فعلا که با این دست و پای بسته با این حال و روز کم از مردم نیستم. دور از جون، حالا که بعد هزار تا صلواتو بفرستم. ولی باشه بعد همش تقصیر شماست دیگه. اگه اون شب مونده بود این خونه، این نرخر بی غیرت جرأت نمیکرد بیاد منو بدزده. اذیتت که نکردن دختر. نه، مگه جرأت داشت اذیت کنه؟ با همین ناخونام چشاشو در نیاوردن. فقط این ورور جادو یه بند بیخی گوشم حرف زد. قد و بالامو دیده انگار کرده دختره چش و گوش بسته بی سر زبونم. میخواست خوابم کنه که مثلا عروس داداش شب. خوشم که ننه فولازره با اون داداش لندهورش. ولی خدا رو شکر شما اومدی. ولی شما هم که گیر افتادین. آی نترس، الان میاد نجاتمون میدن. کی بیاد؟ سیاوش. تنها نیومده بودم، با رفیقام بودم پشت دیوار باغن. حتما الان رفتن دنبال آجان. پس یعنی نجاتمون میدن؟ ایشالله عزیز. بله عزیز، حالش چطوره؟ خوبه، فقط خیلی نگران توه. دلی بمیرم براش. میدونم الان چه حالی داره.
بمیره این توبا که همش باعث عذاب دیگرونه. خدا نکنه. مهمونی اومده، ازش پذیرایی کنید.